سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشین در هر جای دنیا هستین. امروز آموزش زدن خامه یا فرم گرفتن خامه یا قیماق داریم، تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. خامه یا قیماق داریم که خامه یا قیماق ما 30% چربی داره. هر یک از این لیوانا 200 میلی لیتر و ما در یک ظرف 3 دانه از این لیوان ها قیماق یا خامه را می‌ریزیم. دوستان میتونه خامه را با از این همزن دستی یا با همزن برقی بزنه. دو قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنه. میتونه پودر شکر هم اضافه کنه. با میکسر شروع میکنیم به زدن خامه. همینطور که میبینید دوستان، موقع زدن خامه شروع میکنه به کف کردن. خامه موقعی که میزنیم باید خامه ما سرد باشه و تازه داخل یخچال در آورده باشیم و در داخل ظرف بریزیم، و داخل ظرفی که خامه را میزنیم باید ظرف کاملا خشک باشه و اصلا رطوبت یا تر نباشه، و همچنین همزن یا میکسر برقی ما یا دستی که باهاش خامه یا قیماق میزنیم کلا خشک باشه و رطوبت یا تر نباشه. خامه را با دور متوسط همزن برقی میزنیم. همینطور که میبینید خامه بسیار شل و روان هسته. اگر با دور تند همزن بزنید خامه کلش در بیرون پخش میشه. دوستان عزیز، هنگام خریدن خامه به تاریخ انقضای اون توجه کنید. خامه هایی که وقت و زمان بسیار کمی داره را لطفا نخرید، باعث میشه که بعد از زدن خامه شما فرم خوبی نمیگیره و بعضی وقت هم خامه خراب میشه. پس خامه بگیرید که مدت زمان زیادی را داشته باشه. دوستان عزیز، به درخواست بعضی از دوستان که خواسته بودن آموزش زدن خامه یا قیماق برایشان بگذارم، این ویدیو رو درست کردم. امیدوارم که برایشان مفید واقع شود. دوستان عزیز، در قسمت زدن خامه را به یک طرف بزنید و همچنین که میبینید خامه کلن باید قسمت وسط و همه جای خامه با همزن زده شود. دوستان عزیز، همینطور که میبینید در حال زدن خامه هستیم و بهتان نشان میدم که خامه را ما روی درجه وسط همزن برقی در حال زدن هستیم. بعد از 4 دقیقه همینطور که میبینید خامه ما کم کم داره خودش را سفت‌تر میکنه و از حالت آبکی کمی در آمده و داخل خامه حباب های هوا ایجاد شده. موقعی که این حالت پیش آمد کم کم داره خامه شما رو به سفت شدن میکنه، و همچنان ما با درجه متوسط همزن خامه را میزنیم. بعد از این که به این حالت رسید دیگه ما همزن برقی رو کنار میزنیم و با همزن دستی خامه رو میزنیم. دوستان عزیز، کسایی که ماهرتر شدن میتونن با همزن برقی بزنن، و برای کسایی که نوکار هستن و زیاد با خامه بلد نیستن بهتره دیگه همزن برقی رو کنار بذارن و با همزن دستی بزنن
همینطور که میبینی خامه کم کم شروع کرده به سفت شدن و در قسمت زدن خامه، خامه را همیشه به یک طرف خامه را بزنی. همینطور که میبینی خامه را من با همزن دستی که میبینی من به یک طرف میزنم. در این صورت خامه بهتری شما خواهید داشت. خامه ما را که میبینید خامه سفت شده و داخل همزن دستی ما گیر میکنه. دوستان عزیز همینطور که میبینید خامه ما بهترین فرم گرفته و دیگر لازم نیست بیشتر از این بزنید. خامه کاملا سفت شده و عالی شده. این قیفای پلاستیکی که مخصوص خامه است، ماست به خاطر اینکه ماسیر داخلش اندازش برابر شود با قیچی سرش کمی ببرم و داخلش ماسوره میندازم. و قیف خامه را داخل یک دانه لیوان یا هر چیزی که قیف داخلش جا شود بغلاش رو میکشیم پایین و خامه زده شده را داخل قیف میریزیم. وقتی که داخل قیف ما از خامه پر کردیم وقتی که خامه را داخل قیف انداختیم با خامه زده شده این گلهای زیبا را درست میکنیم. همینطور که میبینید خامه موقعی که بهش شکل میدیم قشنگ خامه ما فرم گل درست میکنه و بسیار خامه خوبیش در آمده. و حالا بغل این گلهای بزرگ شکوفه های بسیار کوچیکی میزنیم. دوستان عزیز وقتی که تزیینتون با خامه تمام شد خامه را داخل یخچال بذارید تا خامه شما شل نشه. دوستان عزیز تمام جزئیات زدن خامه را با تمام نکاتش براتون دقیق و کامل توضیح دادم. امیدوارم از این به بعد خامه های بسیار خوبی را در خانه خودتان تیار کنید و بزنید. دوستان عزیز اگر از این ویدیوی من خوشتان آمده لطفاً لایک کنید، چینل خارتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی من را از دست ندهید. میتونید این ویدیو را با دوستانتان شیر کنید و به اشتراک بگذارید. دوستان عزیز نظراتتون را در کامنت بنویسید. تشکر از شما دوستان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.